اینجا آلمان، نه هوا نمیفهمیم، بارون میخواد بیاد نمیفهمیم، افتو نمیفهمیم چه بکنیم. اینجا آلمان، آقا چرا میگیم آلمان؟ سی چه میگیم آلمان؟ دویچلند هم دیگه، جرمنی هم دیگه، سی چه میگیم آلمان؟ ایز کشور آلمان رو در صداهای میانه مورد هجوم اقوام مختلفی قرار گرفت، از جمله فرانک ها، یعنی مهمترینش فرانک ها بودن. بعد از اینکه کارل کبیر داخل روم تاج قیصری بر سر مینه، با خانوارش دوچار مشکل میشن و این امپراتوری رو سه قسمت میکنه. یک قسمتش میده به آقای لودویک، که این لودویک میگفتن لودویک شاه آلمان، و تو این قسمت یه سری افرادی بیدن که به زبان دویچ صحبت میکردن و اینا به خاطر زبانشون احساس همبستگی کردن، یه جای گرد هم اومدن و همین خاطر غرب اروپا اینا رو به خاطر زبانشون میگفتن اینجا سرزمین دویچ زبانان، یعنی دویچ لندن. بعد داخل این دویچ زبان ها یه اقوامی بودن به نام آلمان ها. کشوری از جمله فرانسه با این اقوام خیلی مراودت داشتن و خیلی ارتباط داشتن و همین خاطر اونا فرانسوی ها به این کشور میگفتن که کشور آلمان زبان ها، آلمانی هستن اینا. بعد ما از اونجا که تحت تاثیر زبان و فرهنگ فرانسه بودیم سال ها و قرن ها، بعد بعد این که توی افته و رد و برق نیم تو بر ابر نیم و اروپا اسمو فرنگی بیده، یعنی فرانسه بیده، ما هم به تقلید از فرانسوی ها میگیم که چه؟ میگیم آلمان. اما حالا آلمان ما هم میگیم آلمان خواه آلمان هم بری دویچلند جرمنی هم این ما تحت تاثیر فرانسوی ها میگیم آلمان. خدا آلمانی ها اصلا نمیگه، خدا آلمانی ها میگن دویچلند. ای طوری.